اگه ما بخوایم در مورد وضعیت منابع آب زیرزمینی صحبت بکنیم و در مورد اینکه حالا الان چقدر وضعیت منابع آب زیرزمینی بحرانی هست صحبت بشه، باید شاخصهای اون رو بیان بکنیم. ببینید، یکی از شاخصهای اصلی که ما در وضعیت منابع آب زیرزمینی به اون توجه میکنیم بحث کسری مخزن هست. یعنی اینکه اگر ما بیایم تفاضل بین مقدار حجم آب تجدید شونده که سالانه وارد به سفره آب زیرزمینی میشه و حجم آبی رو که از اون برداشت میکنیم با همدیگه مقایسه بکنیم، اگر مقدار مصرف ما بیش از مقداری باشه که سالانه تغذیه میشه، باعث میشه که ما سالانه یک حجم آبی رو از دست بدیم. مثلا اگر سالانه ما 50 میلیارد متر مکعب آب وارد سفره هامون بشه و 55 میلیارد مصرف بکنیم، سالانه 5 میلیارد بیش از مقدار تغذیه داریم از سفره برداشت میکنیم که اصطلاحا به این کسری مخزن میگن. یکی دیگه از پارامترهایی که میتونه تاثیرگذار باشه بحث افت و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی هست که در دشت‌های مختلف میتونه نشان دهنده وضعیت پایداری اون سفره باشه. و پارامتر بعدی وضعیت کیفی آبخوان هاست که اگر که املاح موجود در آب افزایش پیدا بکنه و اصطلاحاً مثلا ایسی آب افزایش پیدا کنه، خب اینم نشان میده که وضعیت منابع آب رو به افول هست و در حال افت کیفی هست این آبخوان. متاسفانه وضعیت منابع آب زیرزمینی ما همه این پارامترهای منفی رو در بسیاری از دشت‌ها داره. یعنی ما کسری مخزن سالانمون چیز حدود 5 میلیارد متر مکعب که این 5 میلیارد متر مکعب در دشت‌های مختلف مقادیرش متفاوت مقدار کسری مخزن که سرجمع این نهایتاً 5 میلیارد متر مکعب میشه. ما بحث افت سطح آب زیرزمینی رو هم داریم که به طور متوسط چیز حدود 90 سانتی متر ما افت سطح آب زیرزمینی رو داریم. در بعضی از دشت‌ها تا 3 متر هم این مقدار میرسه. در بعضی از دشت‌ها ممکنه متعادل باشن، ولی به صورت کلی وضعیت حالا افت سطح سفره هامون وضعیت مناسبی نیست و ما با افت مداوم سطح آب روبرو هستیم. به لحاظ کیفی هم برایند کلی املاح محلول در سفره های آب زیرزمینی در حال افزایش هست و به لحاظ کیفی هم در حال افت هست. دشت های بحرانی ما اصولا در استان های مرکزی کشور که منابع آب زیرزمینی محدود هست اینا متمرکز هستن، مثل استان مثلا اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی. اینها استانهایی هستند که به خاطر اینکه منابع آب سطحیشون خیلی محدود هست، بیشتر تمرکز بر استفاده از آب زیرزمینیه. در نتیجه خب این استانها با مشکل بیشتری مواجه هستند. در استان تهران هم ما این بحران رو داریم. دشت ورامین یکی از دشت‌های بحرانی ما هست که خیلی مشکل داره. دشت شهریار باز این مشکل رو داره که الان توی محدوده شهریار ما فرونشست رو هم داریم میبینیم. علاوه بر این که افت سطح آب زیرزمینی اتفاق افتاده، ما اونجا فرونشست هم میبینیم و حالا به لحاظ کیفی هم دچار مشکل شده. الان دشت شهریار عمق برداشت آب به حدود 300 متری رسیده. یعنی قبلا شاید مثلا در عمق 80-90 متری میتونستیم برداشت بکنیم، الان به حدود 300 متر رسیده. افت مداوم سطح آب زیرزمینی خب تبعات زیادی رو به همراه داره، از جمله حالا فرونشست که شما اشاره کردید، بحث خوش شدن چاه ها رو به همراه داره و نیاز به جابجایی مداوم چاه ها، کفشکنی چاه ها که اینا هزینه زیادی رو برای کشاورز تحمیل میکنه. بحث فرونشست مهمترین عارضه افت سطح آب زیرزمینی هست. حتی فرونشست رو اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، میتونیم به دو دسته اصلی فرونشست و فروریزش تقسیم بکنیم. فرونشست اتفاقیه که بسیار به صورت رژیونال و منطقه‌ای توی کل دشت اتفاق میفته. یعنی یک محدوده به صورت یکسان شروع میکنه به پایین رفتن، به صورت میگم فرونشست. فروریزش اتفاقیه که بر اثر اون در یک نقطه به صورت موضعی سطح زمین پایین میره که معمولا هم خیلی دفعی هست و یک منطقه محدود هم اتفاق میفته که اینم بعضی وقتا عارضش ناشی از افت سطح آب زیرزمینی هست توی مناطق کارستیک، یا اینکه نه ناشی از حالا توی مناطق شهری معمولا
اتفاقاتی که زیر سد افتاده، مثلا نشت آبی که ناشی از حال ترکیدگی لوله بوده، یا کانال‌های قدیمی یا قنات‌های قدیمی، که ما بحثمون راجع به این موارد نیست. رو بحث فرونش است. وقتی که سطح آب زیرزمینی افت می‌کنه، یه سری از لایه‌های زیر زمین اینا عملاً وقتی آبشون گرفته میشه و تخلیه میشن، حجمشون کاهش پیدا میکنه. کاهش حجم باعث میشه که به تدریج پایین برن و سطح زمین رو به تبع خودشون پایین ببرن. از طرفی وقتی که سطح آب زیرزمینی پایین میره، فشار آب بین منفذی هم کاهش پیدا میکنه و باعث متراکم شدن سفره های آب زیرزمینی میشه. خب در اثر هر کدوم از این پدیده ها باعث میشه که سطح زمین هم نشست بکنه و نشست سطح زمین خب باعث میشه که زیرساختهایی که در اون منطقه وجود داشتن، مثل حالا مثلا خطوط انتقال گاز، نفت یا جاده، خطوط ریلی، اینها هم دچار مشکل بشن و عملا زیرساختهایی که وجود داشتن از بین برن. به تدریج اون منطقه شاید اصلا غیر قابل سکونت بشه. به عنوان نمونه مثلا منطقه دامنه همدان، منطقه شهری هست دامنه، حالا اگر اونجا رو آشنا باشید، به عنوان نمونه در دشت دامنه اصفهان نشست زمین باعث شده که خونه هایی که اونجا هستن همشون دچار شکستگی بشن. آستانه تاب‌آوریشون در مقابل زلزله به حدود 4.5 ریشتر برسه. و شما فرض کنید که حالا این اتفاق در یک شهر بزرگ بیفته. الان اصفهان هم دچار همین مشکل شده، فرونشست کشیده شده به مناطق شهری. تنها عامل ایجاد فرونشست، یا شاید بگیم مهمترین عامل ایجاد فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی. و اگر ما افت سطح آب زیرزمینی رو نتونیم کنترل بکنیم، فرونشست هم غیر قابل کنترل خواهد بود. نکته خیلی حالا نگران کنندش اینه که فرونشست عارضه‌ای هست که سالها بعد از افت سطح آب زیرزمینی خودشو نشون میده. یعنی همین دشت اصفهان یا دشت تهران که الان قسمت‌های جنوبی شهر تهران هم دچار فرونشست شده، عامل ایجاد کننده این فرونشست سالها قبل اتفاق افتاده. یعنی اگر همین الان ما افت سطح آب زیرزمینی رو متوقف بکنیم، شاید چندین سال طول بکشه تا این پدیده فرونشست متوقف بشه. ولی خب در هر صورت اقدام عاجل و ضروری لازم هست که ما سطح آب زیرزمینی رو افتش رو متوقف بکنیم که بیشتر از این دچار چالش نشیم. در خیلی از مناطق مرکزی کشور تنها منبع تأمین آب زیرزمینی هست. اگر در یک دشتی که حالا مثلا یک محدوده مسکونی که شاید مثلا 10,000 نفر جمعیت داره، سفره آب زیرزمینی دچار افت مداوم بشه و عملا از دست خارج بشه، از دسترس خارج بشه، خب برای تأمین اون افراد چیکار، تأمین آب شرب این افراد چیکار باید کرد؟ امکان انتقال آب شاید از مناطق مجاور اون محل هم وجود نداشته باشه. متاسفانه این پدیده باعث خواهد شد که ما در آینده نچندان دور مهاجرت‌های اجباری رو شاهد باشیم. یعنی کسانی که به خاطر بحران آب مجبور هستن که حالا سرمایه گذاری رو که در منطقه انجام دادن به شکل زمین کشاورزی بوده، یا حالا شاید حالا صنایعی که در منطقه ایجاد شده، اینها رو مجبور بشن رها بکنن و دچار کوچ اجباری بشن. خب این تبعات خیلی زیادی رو برای کشور به همراه خواهد داشت و لازم هست که ما با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم عملا به حفظ حداقل آب موجود در این مناطق کمک بکنیم.